درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه 10 تیر ماه 2582 ایرانی، 1402 هجری شمسی برابر با اول ماه جولای سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. افزایش 50% آمار بازداشت شدگان در ایران طی یک ماه. حمایت جمعی از نواندیشان دینی از خواسته های آزادی خواهانه مولوی عبدالحمید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پاسخگویی بلینکن درباره پرونده رابرت مالی شد. گردش مالی بازار فیلتر شکنها در ایران طی یک ماه 25 هزار میلیارد تومان است. بیش از 1100 نفر در اعتراضات سراسری فرانسه بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا تصمیم‌های نابجای ترامپ و بایدن را عامل سقوط کابل به دست طالبان دانست. و سازمان هواشناسی ایران با عددسازی زمین ساز فساد شده است. از شما دعوت می‌کنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. سایت حقوق بشری هنگاو از افزایش بیش از 50% آمار بازداشت‌ها در ایران طی یک ماه گذشته در مقایسه با ماه پیش از آن خبر داد. به گزارش این سایت، در ماه ژوئن دست کم 168 شهروند در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بنابر اعلام هنگاو، از مجموع بازداشت شدگان دست کم 77 شهروند کرد و 50 شهروند بلوچ بودند و در میان آن 25 زن، 16 کودک، 7 معلم و دانشجو نیز بوده است. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور 1401، موج گسترده ای از بازداشت ها در اقشار مختلف جامعه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اوایل ماه تیر اعلام کرده بود که در جریان آنچه عفو رهبری خوانده می شود نزدیک به 98 هزار نفر از کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن می خواست برای آنها برنامه در نظر بگیرد آزاد شدند. همزمان با بازداشت تعدادی از بستگان و نزدیکان امام جمعه اهل سنت زاهدان، بیانیه 15 تن از نواندیشان دینی در حمایت از عبدالحمید اسماعیل زهی در شرایطی منتشر شد که طی هفته گذشته ماموران حکومتی شماری از نزدیکان او از جمله نوه اش را بازداشت کرده و برای پایان دادن به خطبه های انتقادی نماز جمعه و راهپیمایی های هفتگی معترضان در زاهدان فشارها را بر او افزایش دادند. این بیانیه با اشاره به اینکه مرزنشینان ایرانی در فرایند جنبش فراگیر و سراسری ایران تاکنون مقاومت گسترده‌ای در برابر استبداد حاکم از خود نشان دادند، از نقش روحانیون اهل سنت در اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی تجلیل می‌کند. در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما گروهی از نواندیشان دینی ایرانی داخل و خارج کشور بر این باوریم که در فقر حریت و شهامت علمای شیعه، مولوی عبدالحمید نیازمند حمایت همه جانبه ایرانیان داخل و خارج کشور است. در چند روز گذشته اعلام شد که مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی لغو شده و او به مرخصی اجباری رفته است. رسانه‌های آمریکایی نیز می‌گویند مجوز دسترسی امنیتی آقای مالی در جریان تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت خارجه ایالات متحده در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمد. مایکل مک‌کال در نامه خود به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نوشت: گزارش‌ها در مورد رفتار رابرت مالی و همچنین اینکه آیا وزارت خارجه، کنگره و افراد و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده است، نگرانی های جدی ایجاد می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که رابرت مالی در مرخصی اجباری است و ابرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او در امور ایران می شود. رابرت مالی نیز روز گذشته گفت: به من اطلاع داده شده که مجوز دسترسی امنیتی هم در دست بررسی است. آقای مالی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت. این مذاکرات تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شد. از شما دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید.
سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. یک متخصص حوزه کسب و کار در ایران گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها را در کشور در یک بازه زمانی یک ماهه 25 هزار میلیارد تومان تخمین زد. این کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال در گفتگو با وبسایت اکو ایران یادآور شد در ایران حدود 105 میلیون مشترک پهنای باند سیار و 11 میلیون مشترک پهنای باند ثابت وجود دارد. به ازای هر یک نفر از 11 میلیون مشترک اینترنت ثابت، تعداد 2.5 لپتاپ به شبکه متصل است. از طرفی چون بسیاری از این فیلتر شکن‌ها تنها برای مدت کوتاهی کار می‌کنند، ممکن است یک کاربر در ماه چند بار هزینه ثابتی برای تهیه فیلتر شکن پرداخت کند که عدد تخمینی گردش مالی را بالاتر هم می‌برد. نماینده مجلس شورای اسلامی گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در کشور را در طول یک سال 40 تا 50 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. با در نظر گرفتن میانگین هزینه 50 تا 200 هزار تومانی تهیه فیلتر شکن، می توان گردش مالی تقریبی بازار فیلتر شکن ها در کشور را حدود 25 هزار میلیارد تومان در ماه در نظر گرفت.
قریب آبادی روز شنبه 10 تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پرونده حمید نوری را کاملا سیاسی خواند و گفت حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدید نظر نقض شده و ما آقای نوری را به عنوان گروگان در آنجا می‌بینیم، نه کسی که جرائمی مرتکب شده باشد. معاون بین الملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد فرایند رسیدگی عادلانه را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد سوئدی ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می کنند. نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که 23 تیر سال 1401 اعلام شد حبس ابد گرفت که در سوئد برابر 25 سال زندان است، اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی دادگاه تجدید نظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد. دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 67 محسوب می شود. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه مصرف لحظه‌ای آب در شهر تهران از 55 هزار لیتر در ثانیه عبور کرد گفت ثبت این رقم بی سابقه بوده و لازم است که تهرانی ها راهی برای کاهش مصرف آب پیدا کنند تا با چالش مواجه نشوند. هکرهای گروه انونیموس با نفوذ به زیرساخت‌های سازمان روسی روسکومنادزور اطلاعات وسیعی را از سوابق این مجموعه دولتی منتشر کردند. اسناد منتشر شده از کمک چین به روسیه در زمینه سانسور اینترنت حکایت دارد. در این حمله که به عنوان بخشی از کارزار عملیات روسیه علیه دولت این کشور به راه افتاده، حدود 500 گیگابایت از فایل‌ها و اسناد داخلی این سازمان دولتی در دسترس عموم قرار گرفته است. برخی این سایت را نسخه جانشین ویکی‌لیکس می‌نامند. داده‌های موجود در اسناد منتشر شده، همکاری چین با دولت روسیه در زمینه اعمال سانسور اینترنتی و کنترل عقاید مخالفان را افشا می‌کند. این فایل ها که شامل صورت جلسه مکالمات، پیام های صوتی، مکاتبات و ایمیل های رد و بدل شده است، به روشنی همکاری فشرده بین این دو حکومت را در مورد نظارت دیجیتال نشان می دهند. بر اساس این اسناد، روسیه از چین درخواست کرده است تا در زمینه دسترسی به داده های ارتباطی ابزارهای ایمن مانند مرورگر تور و وی پی ان ها به این کشور کمک کند. در همین حال چین نیز خواستار کمک روسیه برای سرکوب مخالفان داخلی خود شده است. تعداد بازداشت شدگان در اعتراض‌های سراسری در فرانسه در واکنش به کشته شدن یک نوجوان 17 ساله الجزایری مراکشی تبار با شلیک پلیس به بیش از 1100 نفر رسید و 45 هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور مستقر شدند. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد در فرانسه 270 معترض دیگر بازداشت شدند و تعداد کل بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر به بیش از 1100 نفر رسیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای شرکت در نشست اضطراری کابینه حضور خود در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را نیمه کاره رها کرده، از والدین خواست از حضور فرزندانشان در خیابان جلوگیری کنند. طبق اعلام پلیس، طی این اعتراضات ده ها مغازه در نقاط مختلف فرانسه غارت شده و حدود 2000 خودرو به آتش کشیده شده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار گزارشی به تصمیم دونالد ترامپ و جو بایدن رؤسای جمهوری پیشین و کنونی آمریکا در پایان دادن به مأموریت نظامی این کشور در افغانستان پرداخت و اعلام کرد این تصمیم پیامدهای جدی در تداوم حکومت پیشین و حفظ امنیت افغانستان داشت. در این گزارش همچنین آمده است خروج ناگهانی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کابل و سقوط شهر به نفع طالبان با سرعتی اتفاق افتاد که همه ناظران را غافلگیر کرد. حتی افغانهایی که قصد ترک این کشور را داشتند هم نتوانستند برای فروش اموال و حل و فصل امور خود زمان کافی پیدا کنند. این رسانه همچنین ایمیل سخنگوی ترامپ را در این زمینه منتشر کرد که در آن گفته است تنها یک نفر مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان است، جو بایدن. این گزارش اما در پایان تلاش کارمندانی را که در ترک حدود 120 هزار نفر از افغانستان مؤثر بودند ستود. از شما دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا
و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. به گزارش ایسنا، مدیران شبکه اجتماعی تیک تاک در راستای ارتقای سطح همکاری‌های تجاری میان ایران و چین با فعالان اقتصادی از جمله در حوزه محصولات صنایع غذایی و کشاورزی ایران دیدار خواهند کرد. این در حالی است که تشدید محدودیت اینترنت و فیلترینگ در ایران به بیکاری بسیاری از فعالان اقتصادی دیجیتال در ماه‌های گذشته انجامیده است. تشدید محدودیت‌های اینترنتی به ویژه در جریان اعتراضات سراسری به اقتصاد دیجیتال کشور هزاران میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران فرزین فردیس بهمن ماه گذشته خسارت ناشی از 4 ماه قطعی و اختلال اینترنت در فاصله مهر ماه تا دی ماه سال گذشته را دست کم 39,000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. دولت‌های کشورهای غربی معتقدند تیک تاک و شرکت مادرش بایت دنس بر اساس قوانین چین احتمالاً داده‌های حساس کاربران از قبیل محل حضور افراد را در اختیار حکومت چین قرار می‌دهد. انتشار گزارش‌های متعدد در رابطه با رانت و فساد در دستگاه‌های دولتی ایران، روزنامه شرق چاپ تهران با انتشار یک گزارش تصویری از عددسازی توسط سازمان هواشناسی ایران خبر داده و گفته است که دستکاری در درجه حرارت شهرها می‌تواند زمینه رانت یا فساد اقتصادی را فراهم کند. در این گزارش ویدیویی تاکید شده که دستکاری در عددهای مربوط به دما و رطوبت هوا باعث تغییر تعرفه گاز و برق برای شهرهای مختلف می شود و خسارتهای 1,000,000,000,000 تومانی را در صنعت برق و گاز به دنبال دارد. علاوه بر این، اعداد و آمار غلط می تواند امکان رانت و فساد اقتصادی را در زمینه تخصیص یارانه برق و گاز فراهم کند. سازمان هواشناسی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در پی دیدار شورای مرکزی جدید کانون کارگردانان سینما با تعدادی از زنان بازیگر سینما که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری پرونده قضایی دارند و در آستانه ممنوع‌الکاری قرار گرفتند،
تشکیل پرونده‌های قضایی برای بازیگران زنی که بدون حجاب اجباری در محافل عمومی ظاهر شده‌اند، واگذاری حق انحصاری نظارت بر تولید و توزیع محصولات شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ارسال نامه تهدیدآمیز سازمان سینمایی به تهیه کنندگان سینمای ایران برای همکاری نکردن با هنرمندانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به هنجارشکنی متهم شده اند، نمونه هایی از این اقدامات هماهنگ است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار مرگ‌های ناشی از مسمومیت با الکل خبر داد و گفت در فروردین و اردیبهشت امسال 26 نفر در پایتخت به این دلیل جان خود را از دست دادند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده قربانیان در شهرهای ایران در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. در دو ماه نخست سال جاری آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش 8.3% نسبت به مدت مشابه سال 1401 مواجه بود. در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرف کننده را در بار نخست بازداشت و به 80 ضرب شلاق و در صورت تکرار چند باره حد میتواند به اعدام محکوم کند. از شما دعوت میکنم به قیمت ارزها و سکه و همینطور ارز دیجیتال توجه بفرمایید. ربع سکه به قیمت 10,840,000 تومان، نیم سکه به قیمت 15,770,000 تومان و سکه طرح امامی با قیمت 28,930,000 تومان معامله می شود. قیمت ارزهای دیجیتال: بیت کوین 30,545 دلار و اتریوم 1,918 دلار. و اما نفت سنگین ایران با 74.80 دلار و نفت سبک ایران با 71.09 دلار معامله شد. قیمت ارزهای دیگر: دلار آمریکا 49,850 تومان، یورو 54,420 تومان، پوند 63,340 تومان، درهم امارات 13,820 تومان، لیر ترکیه 1,915 تومان و دلار کانادا 38,500 تومان معامله می شود. از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده.